به نام خدا سلام وقت شما به خیر به لکچر در مورد جاوا اسکریپت انجین و ران تایم صحبت میکنیم خب اولی که جاوا اسکریپت انجین چی هست در در حقیقت انجین جاوا اسکریپت کامپوننتیه که کدای جاوا اسکریپت میای اجرا میکنه مثلا در داخل گوگل کروم یک چیزی به نام انجین 8 وجود داره یا وی 8 که ما توسط از میتونیم کدای جاوا اسکریپت اجرا کنیم حالا در داخل هر کدام از اینا مثل سفری مثل کروم ایج و مثلا موزیلا فایرفاکس این هر کدوم از خود, خود انجین خاص خود خور داره ولی در داخل کروم اینجینی که جاوا اسکریپت اجرا میکنه وی ایته و میتونه نود ای هم باشه که بعدا در آخر لکچر در مورد صحبت میکنیم به طور مثال ای در حقیقت یک انجین جاوا اسکریپت داخلی و که میای کدا رو اجرا میکنه خب چی رقم کدا رو اجرا میکنه اولی که به قسمت دست یک چیزی به نام هیپ وجود داره هیپ در حقیقت موقعیتیه که آبجکت ها ما در داخل از ذخیره شده پس جایی که در داخل انجین آبجکت ها ذخیره شده داخلی و به نام هیپ یاد میشه و خود آبجکت ها در داخل هیپ که برای از این آبجکت ها داخل میموری گفته میشه این هر کدوم از اینا یک آبجکت در داخل میموریه در حقیقت میتونیم بگیم خود شکل میموریه که اینجوری که اسکریپت اینجا میاد کدار اجرا میکنه و ای هیپ جای ها ذخیره شده و خود آبجکت هم که در داخل نه و سمت چپ یک چیز به نام کال وجود داره و اکزیکیوشن کانتکست توسط همین اکزیکیوشن کانتکست کدام ما در قسمت کال استک اجرا میشه پس جایی که کدا می اجرا میشه به نام کال یاد میشه و اجرا شدن کدا توسط execution کانتکس انجام میشه خب چی رقم کمپایل میشه باید بفهمیم که ای کدایی که ما نوشته میکنیم به صورت های لول چی رقم اینا به صفر یک تبدیل میشه که کال استک باز اینا رو میتونه اجرا کنه به خاطر از این ما تا موضوع داریم یکی به نام کمپایلشن یکی به نام انترپریشن و یکی هم به نام جی آی یا جست این تایم اولی که کمپایلشن تمام کد میایه به ماشین کد تبدیل میشه در داخل یک فایل یک فایل جداگانه فایل باینری که بعدا همین فایل باینری توسط کامپیوتر میای اجرا میشه حالا اگر فایل باینری به هر کامپیوتر ما انتقال بدیم او میتونه که کد کامل اجرا کنه پس میشه کمپایلشن یک پورتبل فایل بره ما که فایل باینریه می میای کد لاین به لاین یعنی خط به خط اجرا میکنه می خط به خط اینا میکنه و اجرا میکنه جست این تایم کمپایلشن میاید تمام کودر کانورت میکنه به ماشین کد، به یک بار و مستقیم اونا رو اجرا میکنه دیگه به اینجا بره ما فایل پرتبال نمیده در حقیقت خوبی که کمپایلشن داره اینه که سرعت خیلی بالای داره ولی انترپریشن باز بدی که داره اینه که سرعتی و نسبت به کمپایلشن پایین تره به او خاطر در قسمت جاوا مدرن کار کردن که بیایم مکسی از هر استفاده کنم یعنی که بیایم از جست این تایم کمپایلشن استفاده کنم دیگه به این قسمت جست این تایم از قابلیت کمپایلشن استفاده میشه تمام کدا به یک بارگی میاید تبدیل میشه به صفر و یک و دیگه فایل باینری برای ما نمیده مثل کمپایلشن مستقیم اونا رو اجرا میکنه مثلا به این جگه یک که کست کمپایلشن کود داریم ما یک کد ما می کامپایل میشه بعد از, از اینکه کامپایل شد به فایل تبدیل میشه پورتبل فایل که صفر رو که این پورتبل فایل ما بر کامپیوتر میتونیم انتقال بدیم و بعد از اون میتونه که او اجرا کنیم یعنی این قسمت اکزیکیوشن در حقیقت بعد از اینکه کامپایل انجام میشه اجرا میشه و بعد از پروگرام رن میشه به داخل اینترپریشن این قسمت کد مونه هنوزه اکزیکیوشن ما یا کمپایلشن ما هنوز تمام نشده مرحله که میای کدا به صفر یک تبدیل میشه هنوز تمام نشده ولی مستقیم لاین به لاین میای اکزیکیوت میشه یا اجرا میشه هر خط که میای کمپایل میشه یا انترپریت میشه همون خط اجرا میشه باز میره به خط بعدی و به همین حالت پروگرام اجرا میشه خب این یک از خوبی های همینه که لاین به لاین میای اجرا میکنه ولی بدیو اینه که سرعت اپلیکیشن میای پایین به حالت جست این تایم کمپایلشن مستقیم به یک بارگی کل کدام هم به ماشین کد تبدیل میشه به صفر یک تبدیل میشه و بعد از اونا مستقیم اجرا میشه به اینجا دیگه پورتبل فایل مثل حالت کمپایلشن وجود نداره و خیلی راحت کدام ها به سلیترین فرصت اجرا میشه به این خاطر در مدرن جاوا اسکریپت از حالت جست این تایم کمپایلشن استفاده میکنیم خب یه جی آی در حقیقت چی قسم کار میکنه یا جز این تایم کمپایلشن چی رقم کمپایل میکنه و کدار اجرا میکنه به طور مثال ما اینجا یک خط کد داریم یا چند خط کد داریم این کودار وقتی ما رن میکنیم در بکگراند چی کارای انجام میشه به بکگراند کدا ما میای پارس میشه به یک فرمت به یک شکل دیگه به یک استرکچر دیگه به نام AST AST در حقیقت یک استرکچر خاصیه که به شکل تریه و کدار میاد به شکل تری یا درخت تبدیل میکنه و بعد از اینکه به استی تبدیل شد کمپایلشن میاد اینا رو ای استی رو کمپایل میکنه به صفر و یک و این کار میفهمه که در داخل, داخل کال استک انجام میشه قسمت اکزیکیوشن اینا که به صفر یک تبدیل شد مستقیما چیکار میشه اکزیکیوت میشه یا اجرا میشه بعد از اینکه اجرا شد میره به مرحله اپتیمایزشن یعنی که وقتی که اکزیکیوشن انجام میشه دیگه نیه که کار تمام شه. میره به اپتیمایزشن دوباره اپتیمایزشن پس میاره رو به کمپایلشن و اکزیکیوشن یعنی مثل یک لوپی میچرخه این کار تا زمان انجام میشه که ما صفر و یک های بهینه‌سازی داشته باشیم یعنی اپتیمایز داشته باشیم مثلا اگر حجم یک فایل بعد از کامپایلشن میشه فرض کنیم یک این بی وقتی که اپتیمایزشن میشه شاید 512 کیلوبایت شه یعنی که حجم میاره پین اپتیمایز میکنه بهینه سازی میکنه و سرعت و عمل کرد و اپلیکیشن بالا میبره در حقیقت ما گفتیم که جاوا اسکریپت یک سینگل ترد انجینیه یا زبانیه که همه کار در داخل یک ترد انجام میشه یعنی اگر ما چند کار خاص باشیم همزمان انجام بدیم باید ما از نانبلاک بلاک کانکرنسی مدل استفاده میکردیم خب به این جگاه این مرحله پارسینگ کمپایلشن و اپتیمایزشن و اکزیکیوشن اینا هم بگی در حقیقت توسط Special ترد ها انجام میشه یعنی هایی که ما به اون دسترسی نداریم به بکگراند اونها میای کار خور انجام میده و کودی که باز ما اجرا میکنیم او من به روی یک ترد به نام مین ترد اجرا میشه به همه خاطر ما به این برای پارسینگ یک ترد داریم برای کمپایلشن دیگه ترد داریم و برای اپتیمایزشن دیگه ترد داریم و به اینجا شما میبینید که AST که ما پیشتر گفتیم کدا میایی به AST پارس میشه به یک شکل تبدیل میشه مثلا اگر ما میگیم کانست X مثلایی میشه به 23 در حقیقت اگر ما همین خواسته باشیم به AST تبدیل کنیم همه از این قسمت وریبل دکلریشن تا به قسمت آخر که نویو است مثلا کانست اسمی هست وری از کجا شروع میشه آیدنتیفایر یا اسم یا چیه همینا هم میگی به داخل از یه استی میای مشخص میشه پس این فرمت استیه خب میای سر موضوعی به نام جاوا اسکریپت ران تایم در حقیقت همون محیطی میشه که کد جاوا اسکریپت ما روی اجرا میشه حالا این به قسمت های مختلفی که جاوا اسکریپت استفاده میشه فرق میکنه در داخل وب دیولپمنت در حقیقت جاوا اسکریپت ران همون محیطی میشه که جاوا اسکریپت میای کد اجرا میکنه یا براوزر می کد اجرا میکنه پس در داخل وب دیولپمنت و بروزر ما میشه ران تایم مثل کروم مثل فایرفاکس یا سفری یا دیگه بروزری خب خود انجین جاوا اسکریپت معمولا وظیفه اینه که بیای کدار اینترپریت و اکزیکیوت کنه حالا وقتی ما اینترپریت میگیم شما میفهمید که بحث ما همو جی یا جاست این تایم و این قسمت همین قسمت جاوا اسکریپت ران تایم متشکل از کامپوننت های متفاوتیه مثل هیپ که برای ذخیره کردن وریبل و, و آبجکت استفاده میشه مثل کال استک که برای فانکشن کال استفاده میشه که می کد اجرا میکنه گاربیج کلکتور که میای میموری منیجمنت انجام میده و کامپوننت ها دیگه هم هست که به سلاید بعدی میبینیم و دیگه مثلا کامپوننتی که داره به پلو از که کامپوننت های سلاید قبلی بود یک سری وب اپی آی های هم اینجوری هسته وب اپی آی قابلیت یا فانکشنالیتی که برای جاوا اسکریپت میدر بالا میبره مثلا دام که میتونه ما توسط تو دام بیایم به المنت ها یا همو اینتراکشن بین وب بروزر به یوزر ایجاد کنیم و اطلاعات از یوزر بگیریم و داخل برای بلاز خیره کنیم یا بام که براوزر آبجکت مدل میشه که انترکشن بین ویب پیج و براوزر ما ایجاد میکنه پس اینا به پهلوی از این کامپوننت ها دیگه این ویب اپی آی ها دیگه هم هسته حالا تعداد از اینا زیاده مثلا بحث دامه، تایمرهای، فیچ اپی آی و غیره به اینجا شما میبینیم این در حقیقت رن تایم که یک بروزریه که شامل جای سکریپت انجین میشه که این قسمت متشکل از هیپ و کال استک که این کدار اجرا میکنه و کمپایل میکنه و این هم آبجکت همانه که اینجا زخیره شده این هم اپی آی که گفتیم فانکشنالیتی رو بالا میبره و به اینجا هم یک چیز دیگه به نام بک کیو داریم کال بک کیو در حقیقت همو قسمت میشه که شما ایونت میایم اضافه میکنیم مثلا فرض کنیم میگیم که یک ایونت به نام یا یک فانکشن داریم به نام x این فانکشن ما این پارامتر به فانکشن دیگه پاس کنیم یا فرض کنیم یک ایونت به نام آن کلیک اینجا استفاده میکنیم این در حقیقت ای میگیم هر زمان کلیک شد همین کار انجام بشه پس این وقتی میگیم کلیک شد این میره به کالستک استک کد اجرا کنه اگر این قسمت یک تاسک طولانی بود ای میره توسط ایونت میره به بکگراند به اکتر دیگه داده میشه که او کارا رو هم انجام بده بعد از کارا تمام شد میای مین پس دوباره میای به مین ترد و او ما کد رو اجرا میکنه به خاطر از اینکه ممکن اینجا ما فنکشن ها دیگه داشته باشه که دیگه نیاز نباشه منتظر از آن کلیک بمونم تا او کار خود انجام بده به خاطر ما از ایونت استفاده میکنیم ای که برای نان بلاک کانکرنسی مدل استفاده میشد در پلو ازی که ما از بروزر بره انوایرومنت جاوا اسکریپت استفاده میکنیم اگر خواسته باشیم که جاوا اسکریپت بیرون از وب بروزر اجرا کنیم توسط نود جی اس کار میتونیم انجام بدیم نود جی اس یک سرور سایت جاوا اسکریپت ران میه یعنی که کودار میای بر روی سرور اجرا میکنه به جای از اینکه بر روی یک بروزر کلاینت اجرا کنه پس اگر ما زمان خاصی باشیم به داخل جاوا اسکریپت به نتورک کامیونیکیشن یا اپریشن فرض کنیم فایل سیستم اپریشن داشته باشیم که فایل های داخل ما کامپیوتر تغییرات بیاریم این کارا رو ما توسط به بروزر نمیتونیم انجام بدیم به او خاطر ما به یک سرور نیاز داریم که خود جاوا اسکریپت رو یک سرور دیگه گذاشته شده باشه و اجرا شه که هر کس بتونه به اونا دسترسی داشته باشه و اونا بتونه اجرا کنه و م... کار مثل نتورک کامیونیکیشن و فایل سیستم اپریشن اگر خواسته باشیم انجام بدیم و دیگه فیچر ها که توسط وب براوزر انجام نمیشه ما میتونیم توسط نود جیس انجام بدیم دیگه انوایرومنتی که به اینجا در قسمت نود جیس هسته زمانی که خواسته باشیم از جو اسکریپت ران تایم جیس استفاده کنیم تمام چیزا مثل همه به غیر از اینکه دیگه ویب وب اپی آی وجود نداره خاطر از اینکه انوایرومنت ما دیگه وب نیه environment ما یک سرور یا به خاطر به جی سی پلاس یا ترید پول یا دیگه پروتوکول ها دیگه به اینجا قرار داره خوبی بود از بحث ران تایم به اینجین جا اسکریپت تو شکر موفق باشیم وقت خوشی داشته باشیم خدا نگهدار